هر خاطره زخمی است که من یاد تو باشم، هر خاطره زخمی است که من یاد تو باشم، هر یاد تو دردی است که بیمار تو باشم. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان مهربونی که الان هر جای این کره خاکی نشستید و این برنامه رو تماشا می کنید. ما به امید زنده ایم، ما امیدواریم. کسی که با امید زنده است به خاطره ها زنده است، از آنچه که خاطره داریم. ما از چهره ها خاطره داریم، از صداها خاطره داریم، صداهایی که ماندگار هستن. ما امروز این افتخار نصیب کوچه خاطره ها شد، یک دنیا خاطره بیاد جلوی دوربین بشینه، ذره ای از خاطرات شما ملت عزیز رو زنده کنه. صدایی که پدران مادران برای همه ما هیچ موقع نمیتونیم فراموش کنیم. صدایی که وقتی از رادیو پخش میشد، مخصوصا خود بنده، تا قصه های شب ساعت 10 رو گوش نمیدادم نمیخوابیدم، یا برنامه های صبح جمعه رو مثلا با عشق و علاقه گوش میکردیم. اینا همه برای ما خاطر است. میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان است. من الان در خدمت عزیزی هستم، نقاش، شاعر، گوینده، و بهتر از همه بگم که این شخص به نام بلبل رادیو معروف بود. وقتی صبح جمعه رو شما گوش میکردین، اولین اسمی که به گوشتون میرسید بلبل رادیو. من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فروزنده اربابی عزیز. این افتخار نصیب ما شد که امروز واقعا در خدمت شما بزرگوار باشیم. لطف دارید. شما بفرمایید. با دوستان عزیز، سروران گرامی، سلام عرض میکنم. من فروزنده اربابی هستم، سالها در خدمتتون بودم، آرزوی توفیق و سلامت براتون دارم. بله، خسته نباشین. خانم فروزنده، قبل از هر چیز میخوام شناسنامه شما رو ورق بزنیم. حتما. این صفحه اول شناسنامه شما رو ببینید. خانم فروزنده اربابی کجا متولد شدن؟ نام اصلیشون؟ بله. هر چی که رو این صفحه اول نوشته شده. بله، بر بینندگان عزیز. بله. عرض کنم که من از پدری کاشانی و مادر اصفهانی، ولی در شهر قم به دنیا آمدم. نه. سال تولدم 1314 است. 14. بله، فروردین 1314، که البته تولد اصلیم سوم دی بوده، ولی در شناسنامه سوم فروردینه. در اون زمان ها مثل این که شناسنامه ها رو مثلا چند سال بچه ها که پشت سر هم می آمدن یک دفعه می رفتن می گرفتن، چون شناسنامه من و برادرم شماره شناسنامه پشت سر هم و 1314 است. بله. کاشان، اصفهان، بعد قم. بله. بله. چند ساله بودید که به تهران اومدید؟ بعد از چند دو سه ساله بودم که کاشان رفتیم. تا کلاس 11 رو کاشان بودم، کلاس بعد آمدم تهران و
لیسانس مترجمی گرفتن در تهران حضورتون عرض کنم، مداره که دیگه رشته های دیگری که دیدم. خانم اربابی چند تا خواهر برادر هستید شما؟ چند تا خواهر برادر بودید؟ دو خواهر رو ببخشید، یک خواهر و دو برادر. دو برادر، چند دو فرزند؟ یک برادرم که رفتن دیگه در این دنیا نیستن، روحشون برادر دیگم مهندس غلام رضا اربابی که نام آشنایی هست برای مردم. بله ایشون و من هستیم. چندمین فرزند؟ من سومی، کوچکترین بودم. سومی؟ بله. بعد از دو سه ساله بودین اومدین تهران یا اومدین؟ نه کاشان رفتیم. بله عرض کردم تا کلاس 11 من در کاشان درس خوندم، بعد آمدیم تهران. اون منزل کاشان هنوز هست یا اینکه؟ در منزل کاشان تا اونجایی که من یادمه پدر بزرگ من رئیس پست و تلگراف و فرماندار کاشان بودن. خانه دولتی بود، خانه بسیار بزرگ که معمولا رؤسای پست و تلگراف معمولا در خانه های خیلی بزرگ اداری بودن که ادارم درست چسبیده بود به منزل. بله از کاشان یادم. بله همون، چون نام برنامه ما کوچه خاطره هاست. بله میخواییم برگردیم به اون کوچه ای که شما خاطره دارید. شما نوجوانیتون رو اونجا گذروندید؟ بله اونجا گذروندید. تابستان ها قمصر کاشان بله که بله مقدار زیادش مربوط به اقوام من بودن و از بچگی هر تابستان قمصر بودیم، خاطره خیلی خوشی از اونجا داریم. کاشان هم که خب دیگه شهر قدیمی ایران. بله خیلی زیباست. خیلی زیباست. خیلی زیباست. باغ شاه فینش و قدمتش، قدمت 5000 ساله. بندم دیگه دارم قدیمی میشم. خواهش. اینه که یاد و خاطره اونجا هنوز برامون هست. بله همون. میخوام بدونم که کاشان الان تمام اون همسایه ها، تمام اون دوستای همدوره خودتون تو کاشان و در سر تا سر جهان این برنامه رو میبینن. بله. خب همون از کاشان یه خاطره شیرین بر بینندگان تعریف کنید. از کاشان ای کاش زودتر میفرمودید، یه خود یاداوری میشد برام. خاطرات خوش، خب تو سن کم معمولا آدم خاطره داره. بله به خصوص اون باغ شاه فین که سن ما که کم بود هر جمعه معمولا در اون فضا بودیم. منم دختر خیلی شیطون بودم، خیلی شروع همونو میخواستم سوال بیشتر بودم. بله گیر میدادیم بازی ها. بله بیشتر قوم و خیش ها، پسرهای قوم و خیش و دختر ها و همینجور بازی میکردیم، شاد بودیم خیلی. من سن کم خیلی واقعا شانس داشتم، هم از نظر خانواده هم خانواده فرهنگی بودن. دو عمه داشتم که در اون زمان مدیر مدرسه بودن، فرهنگی بودن در تهران و خانواده به این ترتیب بود. خب تو همون دوران نوجوانی گیر میدادی به خانواده که شما رو ببرن؟ چون ما رفته این افتخار نصیب ما شد که پارسال یا یک سال قبل، حالا حدودن حضور ذهن ندارم، آره حدودن ما رفتیم میخواستیم بریم قمصر. بله. اون باغ گلای محمدی رو ببینیم. بله. اونجا ولایت آره. ماست بعد گلاب بگیریم اینا. بله. نهار مصادف شد یک باغی بود، باغ انار، دقیقا روبروی باغ چی میگن؟ باغ شاه فین. باغ فین. بله. بله بله روبروی اون نشستیم و بچه ها گیر دادن که بابا تو رو خدا ما رو ببر این داخل این باغ رو ببینیم. شاهکاره. آره. می‌خواستم نم خانم اربابی به پدر مادر گیر دادین که منو ببرین تو اون باغ فلان دوران. مرتب جمعه ها اونجا می‌رفتین باغ شاهین؟ بله و اون حمام معروف رو خیلی دیدیم، جای بسیار جالب بود. اگر قبلا می‌فرمودید حتی شاید عکس اون زمان ها رو داشتیم از باغش ها، ولی در بزرگی دیگه فرصت خیلی کم شده. بله حالا سعی میکنیم انشاءالله از کارگردان برنامه تقاضا کنیم این عکس ها رو پیدا کنیم و نشون بل. بدیم مردم بدونن که واقعا ما چه جاهایی رو داریم، چه جاهایی رو داریم، مخصوصا کاشان. بله اونجا فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. بله مثلا خونه ها خود کاشان. بله اتفاقا یکی از خونه های جالب اونجا مال پدر دوست من بود، ناهید علوی.
که بروجردی خانه بروجردی ها فامیلشون علوی بله و خب اسم دیگرشون هم بروجردی، حالا من نمیدونم کاشان با بروجردی، به هر صورت این دوست من هستن، سلامت هستن و همشاگردی من بودن. زنده و سلامت باشن. خب در دوران جوانی بله، در جوانیتون کجا بودین؟ سن کم دوران دبیرستان بودم، دبیرستانم تا 11 کاشان بودم، بعد آمدیم تهران که تا حالا خدمتتون هستم. بعد اون موقع دبیرستان، خب معمولا ما در دوران دبیرستان هر کسی برای خودش دوستی داره، چند تا رفیق داره که با هم صمیمی هستن. بله. شما اون موقع چیکار میکردین؟ میدونستین که یه روزی بهترین گوینده رادیو میشین؟ من والا در فکرتون... اون زمان هم در مدرسه همیشه اگر برنامه بود برای عید بود، برای زمانهای دیگه یا شخصیتهای بزرگی که می آمدن، از من می خواستن که صحبت کنن، حالا یا می نوشتن می دادن حفظ می کردیم، یا اینکه در هر صورت از بچگی حتی در نمایشنامه هایی که در مدرسه به نمایش گذاشته می شد، معمولا من نقش صحبت کردنم جز نقش های خودم داشتم. بله بله. بعد از همونجا ازدواج کردین یا اومدین تهران ازدواج کردین؟ نه خیر، تهران آمدم و حضورتون عرض کنم که در تهران، خب اگر مایل هستید عرض کنم که به چه ترتیب من بله، ورود کردم. خیلی دوست داریم بدونیم که خانم اربابی چند ساله بودن اصلا وارد رادیو شدن و بله. چند سالگی ازدواج کردن، بعد بقیه سوال ها. بله، شاید در کتاب ها و رپورتاج هایی که محبت کردن از من هست بارها این رو عرض کردم که ورود من به رادیو به این ترتیب بوده که در اون زمان مثل حالا آگهی های تجارتی در یه ساعت معینی قبل از اخبار، قبل از ساعت 2 پخش میشد. در اون زمان قرار بود که اولین آمار عمومی ایران انجام می شد که در حدود 200 خانم و دختر خانم رو استخدام می کردن. من با دختر خالم از کوچه برلن رد می شدیم. بله. که برای عدم ورقه عدم سوء پیشینه دنبال این کار بودیم. از یک پاساژی آقایی به نام آقای رحیمی که برنامه آگهی های رادیو رو داشتن از در پاساژ بیرون آمدن، چون آشنا بودن با خانواده ما و برادر من هم نویسنده همون برنامه شون بود، آمدن بیرون که برن. ما هم داشتیم کوچه برلن رو ادامه میدادیم بریم خیابان فردوسی. همینجور که سلام علیک میکردیم هی به من میگفتن که بیشتر، خواهش میکنم بیشتر حرف بزنیم بیشتر. و منم که دختر کم سن خیلی شاد میخندیدم. چند سالتون عذرخواهی؟ شاید مثلا 19 سالم بود. حالا کم سن به هر صورت از نظر جوانی عرض میکنم. بله بله. و منم خیلی شاد، یعنی چه من حرف بزنم؟ و ایشون هم اصرار میکرد خواهش میکنم دو کلمه دیگه. حالا میشه صدای منو داشته ارزیابی میکرد. گفتن که الان آقای روحانی، در اون موقع هم که خب فقط رادیو بود، تلویزیون نبود، البته ایشون خیلی معروف بودن. کدوم روحانی؟ تقی روحانی. تقی روحانی. بله بله. الان پشت میکروفون هستن. حالا اسم میکروفون اینا برای من عجیب بود که تو کوچه راجب اصرار، خواهش، تمنا که 2 دقیقه بیاید در استودیو. من و دختر خالم با ایشون رفتیم داخل پاساژ، طبق دوم یه استودیویی برای خودشون درست کرده بودن و آقای روحانی معروف هم بله. پشت میکروفون بودن و خانم دهیم که بله. هنرپیشه معروفی بودن، خدا بیامرزه، خدا بیامرزه روح خانم دهیم رو. بله. حضورتون عرض کنم که و خانم دهیم رو بلند خواهش کردن، از جاشون بلند شدن و من رو نشوندن به جای ایشون.
گفتن اینو یه دور از روش بدون. گفتم نه من کار دارم، گرفتارم، بدید. خیلی به خودم اطمینان داشتم، اصلا جرأت داشتم. متنی رو که گذاشتن جلوی من، یکی از این متن هم جلوی آقای روحانی بود، یک جمله ایشون میخوندم، یک جمله بند. حالا این آگهی تجارتی بود. تجاری. بعد این آقای رحیمی به حدی خوشحال شدن که این دو صفحه که تموم شد، مثل همین آگهی های الان قبل از اخبار ساعت دوی بعد از ظهر، شروع کردن وسط استودیو رقصیدن. منم ازم هاج و واج خندم گرفته. موضوع چی؟ برای اولین بار. برای اولین بار معلوم میشه اینقدر ایشون راضی بوده که داشت شادی میکرد. در هر صورت ما رفتیم به سراغ کارمون. ایشون توصیه کردن که یک رو به دو بعد از ظهر این برنامه رو از رادیو گوش کن. و درست تقریبا یک و نیم بعد از ظهر بود ما کارمون کرده بودیم، رسیده بودیم به منزل، در خونه رو زدن. ایشون آدرس گرفته بود، در خونه رو زدن. از این گلای که میارن برای جشنای خیلی بزرگ، بنزه یه متر و نیم دوم، از ذوقشون این سبد گل محبت کردن آوردن و درست نزدیک یک روبه دو بود که رادیو رو گرفتیم و بنده برای اولین بار حاج و باج با صدای شما از رادیو پخش، صدای بنده پخش شد و برای خودم همه چی عجیب بود. این آغاز بود و ایشون خوشحال که گوینده ای پیدا کرده. ولی متاسفانه به دو روز نکشید، یعنی یک روز یا دو روز آگهی که از رادیو پخش شد از رادیو منو خواستن. این بود آغاز کار بنده. رادیو خب بعد دو تا سوال، یعنی بنده دنبال این برنامه یا اصلا نمیدونستم، اصلا به فکرتون نمیرسید که یه روزی ابدا. دو سوال از خدمتتون داشتم. یکی بره. که ازدواج، راجب ازدواجتون بود که قرار بود توضیح بدین که چطور شد که ازدواج کردین. یکی همین بود ازدواج. آدم زاد ازدواج میکنه؟ ازدواج میکنه؟ نه سوال کردم فرمودی که اگر میشه من گفتم بله بفهمید که مردم بدونن که خواهد بعد آخر میشنم فکر کنم در 75 سالگی شما راجع به ازدواج. بله دیگه. چند سالگی ازدواج؟ تقریبا مثل 21-22 سالم بود. بله. بعد با شخصی که ازدواج کردین میدونستن که شما تو رادیو هستین؟ حتما میدونستن. بله. حاصل ازدواجتون؟ حاصل ازدواج بنده دختری هستم الان به نام دکتر فوجان زینی. بس حاصل ازدواج شما فقط یه دختر؟ بله. یه دختر. ایشون هم دکترا دارن و انشالله که موفق باشن هر جا که هستن. ما 13 سالگی فرستادم آمریکا در یکی از بزرگترین دبیرستان‌های معروف آمریکا به نام جتسون اسکول. بله. بعد از دیپلمم ادامه دادن تا دکتر روانشناس. دکتر روان. بله. بچه‌ها داره ما اینجا از همین جلوی دوربین خدمت ایشون سلام کنیم و خسته نباشیم بهشون بگیم و بلد. افتخار میکنیم به وجودشون که لطف داری. ایرانی هستن و ایرانی همیشه هر جای دنیا که باشه سربلند هست. پس اگر اجازه بدید ما شما رو خسته نکنیم بریم یه برنامه ببینیم، باز برگردیم در خدمت شما هستیم.
خانم اربابی عزیز، من یه داستانی رو شنیدم، من خیلی دوست دارم خاطرات، چون من یه کتابی هم ایشالا به زودی از خاطرات هنرمندا میخوام بنویسم. یه روزی، حالا گذشته های قدیم، هیئت دولت جلسه ای داشته، به خاطر برنامه شما قطع میکنه تا برنامه شما تموم بشه بعد جلسه شما بذاره. این من شنیدم، میخواستم راجب دکتر اقبال. بله، خیلی جالب الان فرمودید. به یادم میاد که در تبریز هیئت دولت جلسه داشتن، سفرهای به ایران میکردن به این استان و استان. آقای سعادت، خدا بیامرزدشون، که یک از همکارای خوب ما، گوینده اخبار بودن و برنامه های بر صورت دولتی و سیاسی رو میرفتن، تعریف میکردن که در تبریز هیئت دولت جلسه داشتن و نزدیک ساعت 5 که میشه آقای دکتر اقبال که اون موقع نخست وزیر بودن اعلام میکنن که جلسه رو خاتمه بدید، برنامه فلان کسی اسم کندری میارن، برنامه ایشون شروع میشه و یک ساعت برنامه همون 5 تا 6 بعد از ظهر ما که خیلی معروف بود، مردم خیلی محبت داشتن، برنامه رو گوش میکنن و بعد از اون مجددن به گفته ی آقای سعادت، همکار عزیز من که بله خدا بیامرزه ایشون، ایشون رو تعریف کردن، مجددن جلسه شروع میشه. خاطره شیرینیه و خیلی دوست داشتم اینو بدونم که خیلی ممنون. بله، خب از سرکار خانم اربابی عزیز خواستم که یک شعر ما رو مهمان کنن. حالا دوست داریم بشنویم با اون بیان زیباتون و امیدوارم بینندگان عزیزم از این شعری که میخوان بخونن لذت ببرن. بفرمایید. بله، اگر اجازه بدید از کتاب زنان شاعر ایران بله. که چند شعرم از من چاپ کردم. بله، این چه جالب. بس این شعری که میخواین بخونین از خودتونه؟ بله، چند دو شعری هم که خوندم از خودم بود. این شعر به نام مادر. خب بس اجازه دارم یه چیز اعلام کنم؟ خواهش میکنم. این شعر رو با خانم فروزنده اربابی هدیه میکنی به کلیه مادران، مادرانی که واقعا اسمشون مقدس هست. هدیه کنی؟ بله، تقاضا میکنم. با احترام به مادران عزیز، مادر افسانه های شیرین گفت، کودک افسانه ها شنید و نخفت. گفت مادر که نور دیده من، جان در ناز آرمیده من، ای سرشک تو رشک گوهر ناب، از چه امشب نمی روی تو بخواب؟ ای نگاه تو راز یا به وجود، نفست بازگوی بود و نبود. آفرینش ثبات از تو گرفت، نقش هستی حیات از تو گرفت. راز هستی زدیدت پیداست، در نگاهت امید چهر نماست. خیلی زیبا بود، خیلی عالی. گرچه پایاب زندگی زیباست، بازی روزگار بیپرواست. بیم دارم که گلبن شادم، موج اندیشه های آزادم، گوی بازیگر زمان گردد، نغمه گنگ کاروان گردد. گفت کودک که ای نشان صفا، مادر ای شاه کار انسانها، تا توی پاسدار و حامی من، بیمه گشته است شادمانی من.
ترسم از گردش زمان نبود باکم از دور آسمان نبود. خانم اون موقع خیلی سخت میشد وارد رادیو شد، خیلی سخت، خیلی چه مرزایی رو باید، چه مانعهایی رو باید گذر میکردین تا برسیم به اون هدفتون. شما اینطور که تعریف کردین خیلی به راحتی رفتین رادیو. چطور شد که من بردن؟ بله بردن شما رو. حالا حادثه بود. بله چند نفری تو ایران این افتخار نصیبشون شد که رادیو رفت دنبالشون. یه عده خودشون میرفتن التماس یا حالا میرفتن تر آزمایش و نمیدونم تست میدادن و فلان اینا. ولی چند نفری تو ایران حادثه هاییست که گاهی بله کمک میکنه باید. بله شما رو رادیو اومد دنبالتون برد، تو کارتون هم موفق بودین. صبح جمعه واقعا صدای گرم و دلنشین شما رو ما همیشه میشنیدیم و خاطره داریم. چطور شد که این لقب رو به شما دادن، بلبل رادیو؟ حالا مسئله اینی که از زمانی که صدای من پخش شد مردم خیلی اینجور که میگن خیلی محبت کردن و این اسم رو حتی مردم محبت که میکردن و نامه های زیادی که میرسید یا تلفن ها به برشت در جلسات رادیو مطرح میشده و برنامه های من 6 برنامه گل ها بود. اونقدر مردم محبت میکنن که یک برنامه ایجاد کردم 5 تا 6 بعد از ظهر که سالها این برنامه بود تا درست قبل از انقلاب. اسم برنامه چی بود؟ چند اسم بود. اولین اسمش یا دومیش بود همه روز همین ساعت همینجا. همینجا. یا این مدتی هم بود 5 و 3 دقیقه که این برنامه 5 روزه بله 6 روزه 7 روز داریم دیگه. 6 روز این برنامه از ساعت 5 و 3 دقیقه که مدت هم به همین اسم بود بح. اسمش بود همه روز همین ساعت همینجا. یک مدتی هم اسمش بود 5 و 3 دقیقه که در شبهای جمعه یعنی 5 شنبه ها همین برنامه رادیو تلویزیونی میشد که البته گوینده اون روز فقط من بودم که از رادیو تلویزیون پخش می‌کرد. ولی 6 روز هفته همون برنامه به نام‌های مختلف 2-3 اسم عوض کرد. از گل‌ها گفتیم. از گل‌ها 5 یا 6 برنامه اصلا ورود من به رادیو از یه آقای داوود پیرنیا که این برنامه رو به وجود آوردن در یک جلسه ادبی بود، انجمن قلم ایران، من دبیر روابط عمومی بودم که ایشون تشریف آورده بودن در اون برنامه شرکت کرده بودن. هفته یک روز برنامه داشتیم جمعی برای ادبا و شعرا. در ضمن خب من از همون سن شعری میگفتم، با مطبوعات همکاری داشتن با 3-4 روزنامه و مجله. دبیر روابط عمومی اونجا بودم و گرداننده این برنامه. در اونجا به هر صورت از رادیو هم می آمدن و برصد این راه ها به این ترتیب بینیم. من شروع شد. از مطبوعات گفتین حتی من با گلها شروع شد. با گلها شروع شد. بله. حتی تو تیتراش تو یکی از مجله ها من دیده بودم که نوشته بودن بلبل رادیو. بله این نامی بود که مردم محبت میکردن و هر مهمونی هم حتی من میرفتم این نام رو. حالا چقدر محبت داشتن، برگزیده مردم بوده این. دقیقا و خواستن و رادیو به هر صورت صبح جمعه به عنوان آرن این اسم رو عنوان میکردن. بله که دیال محبت دارن هنوزم مردم. بنده بازنشسته رو که میبینن لطف میکنن. خانم فروزنده اربابی عزیز، هر کاری رو که انجام دادن تو اون کار موفق بودن. من 2 تا پیام باز میخونم، باز در خدمت شما هستم. از ما خواسته بودید که با آقای بهروز وثوقی صحبت کنیم، با خانم فروزان صحبت کنیم. چشم. همینطور که خدمتون عرض کردم همه اینا
یه دفعه اتفاق نمیفته. من یک بار با خانم فروزان صحبت کردم، خیلی هم با شخصیت، خیلی خانم، گفتن که اگر اجازه بدید من همون فروزان تو ذهن مردم باقی بمونم. باز من اینجا ازشون خواهش میکنم که این برنامه رو دارم میبینن، به گفته خودشون من این برنامه کوچه خاطرات دارم دنبال میکنم، که بیان خودشون پاسخگوی شما عزیزان باشن. آقای بهروز وثوقی حتما تو برنامه‌مون هستن، انشالله به ترتیب میان جلوی دوربین. دوست عزیزمون آقای طوفانی عزیز از داروخونه میدون هفتتیر کرج پیغام گذاشته بودن که هرچه بیشتر با پیشکسوت ها صحبت کنید، که یکی از خواسته هاشون همین بود که خدمت خانم اربابی برسیم، که ما اومدیم به خواسته شما دوست عزیز لبه گفتیم، که خانم اربابی الان نشستن روبروی شما، خودشون پاسخگوی شما مردم عزیز هستن. بله. خب از آموزشگاه هایی که شما داشتین تا حالا؟ بله، من کارهای فرهنگی مرتب، یعنی خانواده ما فرهنگی بودن. برای خانم ها کلاس داشتن، یعنی رشته هایی که مربوط به خانم ها میشه و کلاس های انگلیسی، کلاس های مختلفی داشتن، یعنی با جمعیت زیادی واقعا در خیابان ژاله، یعنی سالها شاید 20 سال بیشتر، خیلی شاید در حدود 30 سال، و سالها هم هست که شاید نزدیک 30 سال هم هست در شمرون نیاورون هستیم. اینجا ادامه میدادم، ولی الان شاگرد کمتر میگیرم. بله، بیشتر جنبه خصوصی داره. بله. نقاشی؟ من الان فقط گویندگی. نقاشی و فن بیان. فن بیان؟ بله. حتی از خارج میان برای مدتی میخوان اونجا کار کنن، یا بعضی خب میخوان واقعا بهتر حرف بزنن. خب خیلی از عزیزان تماس گرفتن، خواستن که شما براشون شعر بخونید. شعر؟ بین صحبت همون اگر اجازه بدید از شعرهای شما هم استفاده کنید. بله، چشم. بفرم. ما راهیان راه وفا دل شکستی، ما راهیان راه وفا دل شکستی، دل داده ما در غم عشقی نشستی، رهیاب خستگان ز پا افتاده ایم، استاده ایم در طلبش گرچه خسته ایم. با رشته خیال به آوای رودها، رنگین کمان عشق به پژواک بسته ایم، اندیشه سراب نداریم زان که ما پویای واقفیم و زبیهوده رستیم. پیک پگاه مهر فروزنده آورد، پیک پگاه مهر فروزنده آورد، ای خستگان نوید که خورشید جستیم. بله، چقدر زیباست، چقدر زیباست. من خانم اربا یه لحظه رفتم تو حس، صورتمو گرفتم اینور، همون صدای رادیو، صدای فکر کردم الان دارم رادیو گوش میدم، چون میگم من انقدر به رادیو علاقه داشتم، مخصوصا به صدای شما که واقعا علاقه داشتم، صبحای جمعه تا قصه شب گوش نمیدادم خوابم نمیبرد. مخصوصا یک داستانی دارم، حالا اسم نبرم، خودم هم شرکت داشتم تو اون قصه شب. بله بله، داستان آدینه بله. رو خانم اربابی خوش چهره، خوش لباس، همیشه شیک بودن، خوش صدا، خوش بیان. میخوام بدونم که حالا اگه بپرسم چرا با این صدای زیباتون خواننده نشدی؟ واقعا در جایگاه شما قرار گرفتید که خیلی خیلی واقعا بالاست، و ازتون خواستن که برین بازیگر بشید؟
بله، هم برای بازی و هم صدا. بله. نمیدونم اون موقع من خیلی تعصب داشتم که این دو کار رو نکنه. نه. و حالا شما خیلی سنتون از من کمتر. خواهی. یک زمانی بود که خیلی و بعدن هم خیلی پشیمون شدم اتفاقا. خب رادیو خیلی در وجه و سطح منطقی تری در اون زمان برای مردم بود. بود، بله، واقعا توجه میکنیم. بله، واقعا. وگرنه جایگاه هنر که همیشه مشخص و والا و بالاست. بله، واقعا برای بازیگری هم چند نوبت دعوت کردم و شاید الان هم پشیمون باشم که چرا نکردم، ولی در اون زمان شما همیشه باشاله موفق بودین. بله، موفق بودین. خیلی واقعا. چون اون موقع خانواده ها خیلی سختگیری میکردن به بچه هاشون. دقیقا، نخواستم اینو اشاره کنم. خانواده شما یه فرهنگی بودن. بله. خیلی با سواد، همه تا اونجایی که من اطلاع دارم همه دکترا دارن. همه خانواده ها خیلی مخالفت میکردن بچه هاشون، حتی پسراشون ها وارد سینما و هنر چه فلان. بعد شما رفتین گوینده شدین و گویندگی هم واقعا تو کارتون موفق بودین. انشالله که موفق باشین. واقعا من مدیون مردم هستم. خاطراتی که دارم خیلی خیلی از مردم گفتید. برخورد مردم الان با شما چطوره؟ الان یه دوست من اینجا شاهد هست. البته من خودم دیدم. حتی تو بعضی مهمونی ها میرم مردم گریه میکنن. بله، من خودم دیدم. و این واقعا من شرمنده شون اصلا نمیدونم چی کار کنم. یعنی این همه محبت هنوز. یعنی میزنن زیر گریه. دوستان عزیز، من خیلی ازتون تشکر میکنم. منو با همیشه در برنامه هام اعلام کردم، با این پیام هایی که میزنید، با این ایمیل هایی که میزنید، با این به من واقعا منو شرمنده خودتون میکنین. مثلا دوست چند نفری تماس گرفته بودن که راجع به آقای جمشید مرداد شما برنامه بسازید. آقای جمشید مرداد سال هاست که از بین ما رفتن. من از همین جا میگم روحشون شاد، یادشون گرامی. ما با فیلماش داریم زندگی میکنیم، چون واقعا یک هنرمندی بود، جندرمن خوب عالی. ما به اندازه همین شما بهش علاقه داریم، ولی از بین ما رفته، از قلب ما ملت ایران بیرون نمیره، چون هنرمند نمیمیره. بعد دوست عزیزی از اصفهان تماس گرفته بودن، بازم گفته بودن که ما بریم خدمت آقای ناصر ملک موتی. بله، ما با آقای ناصر ملک موتی تماس گرفتیم. آقای محمد نصر، محمد نصر از اصفهان پیام گذاشته بودن که برید خدمت آقای ناصر ملک موتی. ما تماس گرفتیم. آقای ملک موتی یک کسالتی کم سرماخوردگی دارن، انشالله خوب بشن. ما ازشون باز خواهش میکنیم بیاد پاسخگوی شما باشه، که واقعا ملت ایران خانم خیلی حق شناسن، خیلی حق شناسن. ما در یک ساعت 700 پیام داشتیم که از آقای ملک موتی خواسته بودن بیاد جلوی دوربین. حقشونه. بله. آره، چون دوست دارن از سلامتی شما هنرمندان با خبر باشن. بله. 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 بعد پیام داده بودید که از خانم اهدیه خواسته بودید. خانم اهدیه من در سه برنامه قبلی اعلام کردم در اسپانیا زندگی میکنن. خیلی از عزیزان رو شما خواستید. بعد پشت سر هم اسمساتون یا پیام هایی که برای من میذارید تکراریه. من همه هنرمندا رو نمیتونم یک شبه جمع کنم بیارم جلوی دوربین. ما میگردیم سر تا سر ایران بزرگو، کوچه پس کوچه ها رو، هنرمندای مورد علاقتون رو، مثل خانم اربابی که افتخار دادن جلوی دوربین کوچه خاطره اومدن، بیان تا خاطره شما زنده بشه. منو بیشتر از این شرمنده خودتون نکنید. مطمئن باشین که همه هنرمندا
به ترتیب انشالله میان جلوی دوربین کوچه خاطره ها، این باعث افتخار ماست. بله خانم اربابی، من از شما خیلی تشکر میکنم. من اول برنامه خدمت بینندگان عرض کردم نقاش، شاعر، گوینده. من میخوام پله پله بریم بالا. از نقاشیتون به ما بگید. نقاشیتون من میدونم تو خیلی از کتاب ها چاپ شده، خیلی جاها نمایشگاه زدن و خیلی دوست دارم راجع به این اینهایی که من از شما سوال میکنم همه خواسته مردمه. خواهش میکنم اگر امکان داره بر مردم عزیز ما توضیح بدید. بله. راجع به نقاشیتون. درباره نقاشی من از گذشته دور که الان 30 سال 31 سال که انقلاب هست، از قبل از انقلاب نمایشگاه هایی بسیار داشتم. آخری نمایشگاه قبل از انقلاب در گالری تخت جمشید بود که فکر میکنم دولتی هم اون نمایشگاه. بعد از انقلابم نمایشگاه های بسیاری داشتم و شاگرد دارم در این زمینه داشتم، البته خیلی الان کمتر در این سن کمتر شاگرد میگیرم. و اون تابلویی هم که ملاحظه میفرمایید اونجا، اون فقط یک بار موزه هنرهای معاصر کتاب چاپ کرده بل. که این اثر هم در اون کتاب هست بل. و مشغولم شاگرد دارم هر سال، الان کمتر و باز میخوام فعالتر بشم انشاءالله. بله رو من خدمت شما عرض کنم. ببینید ما 70 نفر رو اسم نوشتیم، 70 پیشکسوت. خب 25 قسمت از این 70 قسمت پخش شده. خیلی تماس گرفتید، یعنی من در 1 ساعت بالای 1000 تا پیام تشکر از شما داشتم. در 1 ساعت تشکر داشتم. من ازتون ممنونم. اینا هر کدوم از این عزیزان یک منطقه دارن، زیر یکی شیراز، یکی اصفهان، یکی تهران، یکی کرج، یکی ما بالای 10 بار با تماس میگیریم یا در خونهشون میریم. مطلب اول اینه که این برنامه 25 قسمت که پخش شده اسپانسر نداره. ما تو برنامه‌مون اسپانسر نداریم. ما الان از کسانی که ثبت نام کردم که برای مصاحبه، آقای ناصر ملک مودی که خواسته شما مردمه، آقای همایون خواسته شما مردم، آقای بهمن مفید، آقای خانم پوری بنایی، آقای گلپا، آقای ایرج، خیلی از عزیزان اگه بخوام اسم ببرم زیاد هستن، 70 نفره. این عزیزان انشالله میان به نوبت صحبت میکنن جلوی دوربین، ولی ما هم نیاز به کمک شما عزیزان داریم. من همونطور که در برنامه قبلی اعلام کردم، این برنامه رو کوچه بچه های کوچه خاطره ها عجیب خودشون دارن میسازن، به وابسته به هیچ جا نیستن، از هیچ جا حقوق بگیر نیستن.
ما از شما میخواییم اگر امکانش هست اسپانسر این برنامه بشید، اگر امکان داره آگهیتون و پیام های بازرگانیتون رو به این شبکه بدید، اگر امکان داره تماس بگیرید. من در دو تلفن الان روی صفحه گیرنده هاتون داریم میبینید، با این دو شماره تماس بگیرید، ما رو یاری کنید، ما هم خواسته شما رو برآورده کنیم. من ببخشید، من شما رو خسته میکنم با این صحبت هم. ببخشید، این خواسته مردم بود که من بگم که بدونن، چون هی تکرار تلفن میزنن، پیام میذارن، چرا نمیری سراغ حتی مردم خیلی خوبن. آره. چرا نمیرین؟ ما میریم، به خدا میریم. بعضی از هنرمندان با ما همکاری نمیکنن. من ازشون اینجا خواهش میکنم. خانم فروزنده اربابی یکی از بزرگان این کشور هستن، یک کسی که تو گویندگی خود حرف اولو میزنه. خود شما ملت عزیز این اسمو براش انتخاب کردید، بلبل رادیو. خب از رادیو گفتم میریم سراغ رادیو. بله خوش. شما تر پنج قسمت از گلها. بله ورود. بله. بنده بر رادیو. میخوام از رادیو بیشتر توضیح بدید خانم. خواهش میکنم. برنامه گلها رو من به خاطرم هست که در یک من دبیر روابط عمومی انجمن قلم بودم. بله. در یک جلسه که حضورتون عرض کنم برنامه داشتیم، هر یک شنبه جمعیتی داشتیم و بزرگان ادبیات ایران در انجمن قلم سخنرانی داشتن. یک جلسه بود که آقای پیرنیا که برنامه گلها رو داشتن، بله، به وجود آوردن. ایشون تشریف آورده بودن به برنامه انجمن قلم و در اونجا درست برنامه رو من اجرا میکردم. همیشه موقعی که من رفتم پشت میکروفون، خیلی ایشون بعد از اون قسمتی که من اجرا کردم و تقاضا میکردم از همه بزرگان تشریف بیاره، ایشون هم آمدن و در آغاز صحبتشون اظهار خوشبختی کردن که چه خوب شده شرکت کردن در این برنامه و ایشون حتما باید بیان در برنامه گلها شرکت کنن. بله، دعوت کردن ایشون. بنابراین فردا یا پس فردا بود که من رفتم و برنامه من با 6 برنامه گلها شروع شد. بله. و در این فاصله تمام مدت نویسندگان دیگر رادیو پیشنهاد برنامه جدید میدادن برای رادیو و بدون استثنا میخواستن از بزرگان رادیو و در جلسات مطرح کردن که پیگیری این مسئله باعث شد که من گوینده رسمی رادیو بشم و برنامه بعد از ظهر، یعنی از 5 تا 6 بعد از ظهر که شبهای جمعه رادیو تلویزیونی میشد، 1 ساعت و نیم میشد. البته در اون روز خود من تنها بودم. بله. ولی روزهای دیگه با گوینده، البته 5-6 گوینده عوض شد. اولین گویندهی که گذاشتن، اولا این برنامه ابداعش، حالا اینجور که می گفتن به خاطر این صدا بوده و بهترین صدایی که با من هماهنگ بود، خدا بیامرزه، اسدالله پیمان بود که بسیار معروف بود و این دو صدا عجیب بود. و حالا من این بازی رو نمیدونستم، ولی یک کارتی چاپ شد به فرم کارت ورق و روی اون سر من تا گردن این طرف، یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر این کارت بود در قطع ورق، اون این طرف سر من بود، این طرف سر پیمان. بله. و این دو صدا غیر عادی بود، یعنی خود ما هم که میشنیدیم برامون خیلی عجیب بود که آقای پیمان بعد از مدت ماموریت داشتن برای همین گویندگی در کشورهای دیگه،
و خدا بیامرزدشون سال هاست متاسفانه از بین ما رفتن. خدا بیامرزد. و چه صدایی، چه صدایی اصلا بیداد بود، یعنی مردم زنده می شدن با این صدا. بر صورت اولین برنامه اون بود. بعد نویسندگان در جلساتشون با هم خیلی بحث داشتن چون یه از معروف‌ترین برنامه‌های رادیو 5 تا 6 بعد از ظهر با نام‌هایی که چند نوبت حدوداً عوض شد، همه روز همین ساعت همینجا یا 5 و 3 دقیقه که مردم عزیز ما هنوز به ذهنشون شاید باشه. این برنامه حالا یادی کردیم هر روز بعد از ظهر صبح از... جمعه هم که من بودم شما رادیو شما رادیو و گلها از یکی از همکاراتون اسم بردین. منم یک دوستی داشتم در رادیو که خیلی با هم صمیمی بودیم و از سه‌شنبه ها در کرج مهمان من بود. کمال الدین مصطفی دعوه بود. بله با ایشون که همکار خوب من در صبحای جمعه بودم. بله چند تا از دوستاتون که مردم حتی از اسم اونا خاطره دارن رو از رادیو اگر امکان داره. صبح جمعه که فقط یعنی سالها آقای مرحوم کمال الدین مستجاب و دعوی بود که واقعا صدای ما خیلی به هم میخورد. بعد از ایشون حضورتون عرض کنم صبح جمعه فرخزاد بود یه مدت کوتاهی. آقای فرخزاد معروف. بله بله صبح تا ظهر جمعه بله مدت ایشون بودن. ولی بیشتر کمال الدین مستجاب و دعوی بود. مدت هم خودم تنها بودم که نمایش نامه برصد هنوزم ادامه همون برنامه همون هست. شما اهل فیلم هم بودید؟ سینما می رفتید؟ بله. اونجا که من اطلاع دارم شما حتی در چند فیلم کار دوبله انجام دارید. دوبله بله. چطور شد اصلا؟ بله اتفاقا یک اون آرتیستی که من حضورتون عرض کنم که به جاشون حرف زده بودم، البته در همون اگر اشتباه نکنم در اون فیلم مثل این که به جای 4-5 نفر بله به جای چند نفر شما صحبت کرده بودم و یکیشون آرتیست معروف فرانسه بود که به ایران آمده بود که آقای دکتر کاووسی که اسمشون آشناست. بله ایشون خیلی معروف بودن در سینما و کارگردانی که واقعا اون آرتیست معروف فرانسوی که آمده بود آقای دکتر کاووسی گفتن انشالله خدا سلامت بدارشون که به جای شما یعنی در فیلم در دوبله حالا لطف کرده بودن که مثلا از کسی که خیلی برای مردم آشناس و صدا فلان به جای شما حرف زدن. بله خب از سینما میخواستم ببینم که از هنرمندی هست که شما دوست داشته باشین. البته ما همه هنرمندان رو دوست داریم و به یکیشون علاقه داشته باشی. به همش پوری بنایی که دوست عزیز خودم هست. بله بله هنرمند واقعا معتبر و بسیار خانم. بله ایشون هستن آقای ناصر ملک مطیع. آقای ملک مطیع بله واقعا شهره دیگه بگم آفاق بودن. بله انشالله که آقای ملک مطیع ببینن این برنامه رو که حتما میبینن. خیلی دوستان عزیز من دیگه ذهنم یه خورده پیر شده. شما اسما رو بفرمایید. بله آقای ملک مطیع امیدوارم این برنامه رو الان ببینن و انشالله سلامت باشن. امروز فردا نکنن بیان پاسخ به مردم باشن. ما واقعا اینقدر خانم تماس میگیرن با ما خانم اربابی عزیز. اینقدر از من بپرسید. اینقدر تماس... خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. بله من همیشه تو برنامه هم از اون موقع هم که من از نزدیک چون اون موقع ما خیلی گرفتار بودن. بله گرفتار بودن. یه مثالی میگفتن شما با شاه فالوده نمیخوردی. نه از اون جهت بله واقعا برنامه داشت. برنامه داشتیم ولی وقتی مسئله این بود ولی الان البته مدتیه که من شانس نداشتم خدمتشون برسم ولی ایشون واقعا از بزرگان و با شخصیت ترین واقعا آرتیست ما هستن که خیلی آقا من همیشه تو برنامه هم که دیگه به عنوان تاریخ سینمای ایران یاد کردم همیشه گفتم آقای ملک مطیع تاریخ سینمای ایرانی واقعا
خب خانم اربابی، از نویسندگی. بله. از نویسندگی من تا اونجایی که اطلاع دارم در روزنامه اطلاعات هفت، در مجله اطلاعات هفتگی، هم روزنامه اطلاعات اطلاعات. و من قبل از اینکه به رادیو دعوت بشم با مطبوعات همکاری داشتم. در مجله سپید و سیاه. مجله سپید و سیاه. بله. آقای دکتر بهزادی صاحب امتیازش بودن، اونجا همکاری داشتم و البته مجلات دیگر، فرض اکسپو 70 که نمایشگاه بین المللی بود در زمینه صنعت، که من از طرف مطبوعات و رادیو رفته بودم، گزارشات زیادی برای مجلات میفرستادم، یا برنامه دانشجویان بین المللی که رادیو من رو میفرستادن با هنرمندان که آواز داشتیم، ارکستر داشتیم، هنرمندان معروف میامدن، تمام اینا رو من گزارش میکردم برای گزارش میکردیم جدا از رادیو. بله، برای مطبوعات و نویسنده یعنی همیشگی سپید و سیاه بودم و روزنامه اطلاعات، البته با بانوانم همکاری میکردم. بله. و یکی دو مجله دیگه بود که رپورتاژهای مهمی از ژاپن، عجیب دیگه سیر شدن. بله. بعد برنامه رو داشتیم، این برنامه رو توی مطبوعات و مجله و روزنامه داشتین. سفرهایی که به کشورهای های... بله، از طرف رادیو برای دانشجویان بین المللی برنامه هایی داشتیم که خوانندگان معروف بودن. به آمریکا رفتیم، آلمان رفتیم، حضورتون عرض کنم که انگلیس، لندن رفتیم، خیلی کشورها، خیلی کشورها رفتیم. کشورهای مختلف که با ارکستر و خواننده های معروف برای دانشجویان اون مملکت، یعنی دانشجویان ایرانی که در اونجا تحصیل می‌کردن. خیلی از هنرمندهای ما رفتن بعد از انقلاب رفتن، ولی خانم اربابی موندن تو ایران، در صورتی که یه دونه بچه داریم اونم تو خارج از ایران زندگی می‌کنه. بله. چرا نرفتین؟ بله، من ایرانو دوست دارم. ایرانو ایرانی رو دوست دارم. بله، ایرانو ایرانی و باشون زندگی می‌کنه. شاگرد دارم، دوستای خوبی دارم. مردم عرض میکنم به من میرسن گریه میکنه، اصلا این گفتنش ساده، اصلا میگم میلرزم. حالا در اونجا هم بر صورت ایرانی هست، ولی نه، من مملکتم رو دوست دارم. زنده باشیم، درود بر شما که واقعا یک ایرانی هستین و به ایرانی بودن واقعا افتخار میکنیم، به ایرانی بودن مون. دقیقا اینه. بله. خب شما آدم خوشبختی هستین خانم خود. من خیلی، آخه ارث پدر که آدم از این پروردگار بزرگ یا مملکت نمیخواد. من همیشه در مسیر محبت مردم بودم. این عجیبه. حالا این شانس رو داشتم، چون آدم بعضی وقتا یه شانس میاره. همیشه محبت بوده برای من و از این شانس، یعنی جز شاکر بودن از خداوند بزرگ دیگه چی میخواد آدم؟ یک گوینده رادیو، من معذرت میخوام بین صحبت خواهش آمدم بس. از عملهای جراحی که کردم و از هر کدوم اینها گذشتم، درست عمر دست من نیست، ولی اینجور که خود دکترا میگن، چه در ایران چه در خارج، اون لحظه الان موقع جراحی سرم نمیزنن تو دست، یعنی اون رو میریزن، یعنی آمپولی که بیهوشی میخوان بزنن الان میریزن توی چیه اون سرومی سروم. که وصله به آدم. بله. خب اون موقع که اینجور نبود. من دوتا پامو جراحی کردم 30 سال پیش، یعنی درست قبل از انقلاب. جراحی در ایران اونقدر معتبر نبود، مردم اکثرا میرفتن خارج، که خود من در لندن عمل کردم. یعنی خود اونجا
دکترها تعجب میکردن، یعنی موقعی که بیهوشی رو میزدن طرف بترسه، یه خود خودشو لوس کنه، نمیدونم لوس کرده نیست، میترسن. نه من واقعا مثل که به سوی خدای بزرگ میرفتم، میرفتم به آسمان ها، یعنی قبل از که آمپول بزنه. به هیچ وجه این مثلا در ایران هم همینطور جراحی های بزرگ کردم، عمل قلب باز، شاهرگ، تا حالا کسی شنیدید شاهرگ عمل کنه؟ و جلو جلو هم گفتن 5% اطمینان نمیدیم که دیگه مندگار باشید در این دنیا. خانم اربابی ماشاءالله با روحیه خیلی شکست، لگن خسره شکست، باز از اون جستیم لاپاراسکوپی کیسه صفرا، یعنی باز جراحی های بزرگی دیگری هم داشتم. در هر صورت همه رو رد کردم. خدا رو شکر که الان سلامت هستی. الان وضع جسمانی شما چطوره؟ الان خوبم. خوبی؟ بله، یه مقدار یعنی قنده که اونم موروثی بوده. نه بله. چیز مهمی نیست. خوب. نه خوبم. شما رو که خوب. امروز میبینم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب الان چی کار میکنی خانم اربابی؟ الان چی کار میکنی؟ الان گهگاه شاگرد دارم. بله. کمتر البته. همون میخوام بگم که این همه بار هنر و رو دوش شما دکلمه، نمیخوام اسم ببرم، بله افرادی که آمدن نتیجم دارن، نتیجهشون میبینن و کار میکنن. به هر صورت مشغول این مقدار، هر سوالی که میخوام از خانم اربابی داشته باشم به زیبایی خودش تعریف میکنه. نمایشگاه نقاشی بله. که بگذارم انشالله در میخواستم. آینده دعوتتون کنم انشالله. انشالله من بله. همینو میخواستم از شما سوال کنم که بار هنر رو دوش شماست، از هر لحاظ که بگیم ماشاءالله شما هنرمند. نه اون که لطف همین داری. میخواستم ببینم از تجربه شما الان جوانان ما دارن استفاده میکنن که خدا رو شکر شاگرد داریم و الان فکر. استفاده من فکر این که هست کلن واقعا از بیانم هم برای ارزش ها به خصوص برای جوان ها واقعا صحبت میکنیم که انشاءالله اگر مفید باشه برایشون. بله زنده باشین. جلساتی داریم با خانم ها حرف میزنیم. به هر صورت مشغولیم، مشغول زندگی هستیم. انشالله که زنده باشین، سلامت دیگه. باشین، باعث افتخار ایران و ایرانی هستید. میکنم. اگر اجازه بدید من افتخار آلبوم شما رو ورق بزنیم. قبل گفتم آلبوم خانم فرودا، فکر آلبوم شما آوردیم اونجا. کجاست؟ اگر من قد نامرتبم الان. نه اگر اجازه بدید آلبوم ورق بزنیم، چند تا از عکس‌های زیبای شما رو ببینیم که من خیلی دوست دارم از عکس‌های قدیمیتون رو ببینم و بینندگانم ببینن. بریم ببینیم. ببینیم شما میدونید الان کجا؟ من پیداش میکنم. پیداش Thank you.
بر این که مثلا حالا یه جمله‌ای رو می‌خوای بگی یهو اشتباه بگی، می‌خوای مثلا بگی آقا میگی خانم. ولی من یادمه که روز جمعه بود، تعطیل بود، نمیدونم برسات که روزی فکر میکنم بله تعطیل بود، حالا ایدی بود چی بود نمیدونم، با آقای توصیفیان بله نشسته بودیم در استودیو. خب موقعی که چراغ سبز میشه نباید حرف زد، چراغ قرمز بود و ایشون نمیدونم چی شد که همینجور شروع کرد شلوغ کردن مطلب رو، چون خیلی به من همه محبت داشتن و من بیشتر از خودم حرف می زدم، یعنی اگر متنیم بود خارج می شدم از خودم. ایشون هم شوخی می کرد سفر رو از زیر دست من یا جلوی من عقب می کشید. منم حواسم نبود که چراغ روشنه، یعنی اون لحظه نبود چون خاموش بود که این کارو میکرد ایشون. بی اختیار گفتم حالا درست اینه که مثلا یه نمایشنامه دارم بازی میکنم، گفتم موسیو مگه مریضی؟ این میکروفون باز بوده و این پخش شده بود، پخش شده. اتفاقا اکثر مردم هم چون آغاز برنامه جمعه بود، مردم فکر کرده بودن که این جزء مثلا جزء آرمه، بله جزء، یعنی بعد از آرم یه نمایشنامه میخواد شروع بشه یا گفتار ما، به این حساب گرفته بله. بودن. البته این که یک خاطره است. دقیقاً من اینو میذارم رو حساب، میخواستم یه خاطره برای ما تعریف کنید که این که تعریف کردید یه خاطره است و یه خاطره شیرینیه. بازم شما خواستین که مردم رو بخندونید، میمدیم تو رادیو که خیلی نه اون موقع من فکر میکردم یعنی حرصم گرفته بود. من نقشم همیشه خیلی ساده مردمی بوده به اون ترتیب، نه. اون واژه ها رو هیچ اتفاقی نیفتاد که نه چرا من توان این رو داشتم که اگه مسئله که نمیشه پیش نیاد ولی فوری بلد بودم رفع و رجوع کنم. توجه میفهمید؟ یعنی که رفت جور میکردم، حالا درست بیادم نیست چوزم این موضوع آقای توصیفیان. بله از آقای توصیفیان گفتید، به این مردم عزیز بگم که اینا تکرار نشدنی هن. آقای حسین توصیفیان وقتی از خانه خدا میرفتن مکه از اونجا یه تیکه گزارش میدادن که شنوندگان عزیز همکنون من از کنار خانه خدا با شما، این تکش همیشه تکی کلامش بله. بله اینها تکرار نشدنی هن. خانوم فروزنده ارباب، ارباب تکرار نشدنیه. چرا؟ واقعا نه فکر نکنم. ببینید شما یک عمر برای مردم خاطره ساز بودید. بله مردم هنوز هم این دوست آره. من الان اینجا شاهد بله. هستم که وارد یه مجلسی میشیم اصلا بس. گریه میکنن بس. خیلی عجیبه واقعا، من مدیونشونم بر صورت لطف داره. خانم اربابی اگر داریم به پایان برنامه بس. داریم کم کم نزدیک میشیم، دوست دارم که با مردم بیشتر صحبت کنید. عزیزان من که مدیون شما هستم و شانس این را هم داشتم که واقعا همه راه ها رو خداوند بزرگ برای من باز کرده و هنوز هم واقعا بی بهره نیستم، خیلی مردم محبت میکنم به اون درجه که من همیشه واقعا مدیون هستم به این مردم عزیز و بزرگوار و چقدر در سلامت من موثره. بنده که الان حضورتون نشستم 4-5 جراحی خیلی بزرگی کردم که جلو دکترها گفتن 5-6% ما مطمئن نیستیم بعد از جراحی ایشون به هر صورت سلامت پیدا بکنن، ولی این محبت مردم خیلی در سلامت و زندگی من مؤثر بوده و شایدم این نمیدونم خلوص من نسبت به مردم، حق شناسیمه، خیلی من بهره بردم از این شانس ها. آرزوی سلامت و توفیق برای این ملت بزرگوار عزیز دارم و خیلی
خوشحالم که شما تشریف آوردید، به وسیله شما من ارادتم رو و چی بگم، واژه‌ای الان نمیتونم پیدا کنم در برابر این مردم بزرگوار و صادق. مردم خوبی داریم، واقعا مردم متحملی داریم، با صبر، با وجدان، با شرف. همه امتیازها رو این ملت ما دارن. خب ما خانم اربابی، قصد خداحافظی نداشتم فعلا، گفتم داریم نزدیک گفتم نزدیک میشیم به پایان برنامه. میخواستم ببینم که من خب بالاخره تا حدودی از رشته های هنری شما میدونستم، کم و بیش سوال کردم، آیا سوالی مون که ازتون نپرسیده باشم؟ چون میدونی چرا ادهی از جوانان نه خواهش میکنم، ادهی از جوانان جلوی ما رو میگیرن، یا ایمیل میزنن یا پیام هایی که برای ما میذارن، میخوان بدونن راجب حالا وارد حرفه اصل هنر بشن، حالا یا گویندگی یا بازیگری یا خوانندگی، یا هر به فرهنگ این کشور خدمت کنن، چیکار کنن، چجوری وارد بشن. آیا سوالی مونده که من نپرسیده بشم از شما که شما اگر امکان داره به این جوانان توضیح بدید که چیکار کنن این جوانان؟ سوال در مورد جوانها و که میخوان وارد بشن یا سنای بالاتر. من به عنوان کسی که سنی داره، تجربه ای داره، میخوام از همه چه جوانها چه در هر سنی، اگر کسی واقعا، چون افراد خب یه خصوصیتی که آدم خودشو دوست داره، امکان داره که فکر کنه که مثلا صداش خوبه، حرف زدنش خوبه، یا رقصش خوبه، یا به هر صورت یکی از رشته های هنری. من این سفارشو میکنم، اگر معمولی و متوسط هستید واقعا قدم جلو نگذارید. خیلی حرفه های دیگری هست که آدم میتونه در اون راه بره، موفق باشه، ولی کار هنر 100% یک کاری از افراد باید واقعا نمونه باشه، یک چیزی باشه که در لحظه، اگر صداست، یه مثالی بذارم. برای من کلاس فن بیانم دارم، به همین میگم خواهش میکنم که عاشق خودتون نباشی. شما الان رادیو رو گوش میکنی، یه نواری کسی بهتون داده، حالا این امکان داره که مثلا آواز باشه یا حرف زدن باشه یا شعر خوندن، هر چی. اگر آقا هستید مثلا دارید سوپریشتون رو میتراشید، همینجور که این تیغ رو میارید پایین، اگر یه صدای قشنگی، این گوینده باشه یا خواننده باشه، یعنی در لحظه این تیغ رو صورت شما میمونه اگر عالی باشه، یعنی اگر تأثیر کرده باشه. ولی اگر بی تفاوت باشه، این ریش رو میتراشید یا صورتتون رو میتراشید، مثلا انگار نه انگار، این صدا آمده رفته، تأثیری هم در شما نگذاشته. بنابراین این میشه یه آدم متوسط. حالا بعضی وقتا که وا ویلا، طرف مربوطه یا پارتی داره یا چیزی، نه صداش خوبه نه لحنش خوبه، توجه میفرمایید؟ مثل این میمونه که مثلا یه آدمی شکل متوسط داره یا زیر متوسط، بعضی وقتا صورتش با نمک میشه، بهش میگن یه آنی داره، با آن پیش نیاید. یعنی اگر میخواید توفیق داشته باشید، اگر میخواید عقده‌ای نشید، هنر فرق داره با زندگی معمولی. همش خوبه، همش عالیه در جایگاه خودش، ولی مردم واقعا گناهن. این مردم چه گناهی کردن؟ یعنی اگر صدای بد رو هم کمان که داریم، چه در آواز چه در صداهای معمولی، مثلا خود مردم میگن این پارتی داشته اومده، دختر خالص اومده، پسر خالص اومده، ولی مردم بیش از اینها هم ارزش دارن، هم میفهمند. توجه میفرمایید؟ به شعور مردم نمیشه توهین کرد، ولی خیلی داره توهین میشه. اینجاست که من فکر میکنم که حداقل خود شخص، برای اینی که اگر بدشون بیاد مردم ناسزا میگن،
برای شما پیش نیومده توی مهمونی مثلا یه جایی صدایی که میاد میخونه همه چی زمزمه میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چه از رادیو باشه؟ چه از تلویزیون باشه؟ یا یه هنر که بعد بازی کنه؟ واقعا اینا کارهای مردمی باید حداقل مردم پذیرا باشن. خب مردم اینقدر بزرگوارن، نه حالشو دارن، اینقدر گرفتار بیپولی هستن، گرفتار مشکلی، گرفتار مریضی، مسائل مختلف هست دیگه تو هر خانواده‌ای، نه اینجا، همه جای دنیا ممکنه باشه. حداقل رادیو تلویزیون من فکر میکنم این رسالت رو دارن، که آخه شوخی نیست که این همه بودجه، این همه سرمایه، این مردمی که نیاز دارن، یارو داره تو ده شخمشو میزنه، رادیوش هم بغل دستشه، تو خونه ها به خصوص سنای بالا. گناه مردم رو به بدسلیقگی نباید عادت داد. خب این حقه که برای این کار بهترین رو، و این کاری نداره، وگرنه میگن پسر خاله دختر خاله است. بله خیلی زیبا صحبت کردین. توهین به فهم مردمه، در صورت که مردم ما خیلی میفهمن، ولی خیلی بزرگوار. بله خانم اربابی انقدر زیبا و شیرین صحبت میکنن آدم لذت میبره واقعا. خب جا داره اینجا ما یک عزیزی رو هم یاد ببریم. این چون شما با مردم مستقیما داشتین صحبت میکردید، من از مردم خونگرم حقشناس میخوام که برای آقای تقی روحانی که الان در بستر بیماری هستن دعا کنن، چرا که همین دعاهای شما تأثیر گذاره. بله حتما دعا کنید، دعا کنیم این خاطرها از بین نره. ایشون هم یکی از صداهایی بودن که دومی نداشتن. این خیلی حرفه، توجه میفرمی؟ خیلی حرفه. امیدواریم هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. آرزوی ماینه، ما هم دعا میکنیم این همکار عزیزی زنده و سلامت باشن. خب ما باز داریم به خانم اربابی گفتم که داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. من از شما مردم عزیز تقاضا میکنم، هنرمندا نیازی به ما ندارن، نیازی به ما ندارن. چرا؟ یا من در هر هفته خب با عزیزان دیدار میکنم، همه این تلاش شما فقط به خاطر شما مردم عزیزی که حق شناس هستیم. من از شما تقاضا میکنم اگر این برنامه ادامه داشته باشه، چرا که خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته، دعای خیر مردم پشت سر ماست، ما نیاز به اسپانسر داریم، نیاز داریم به ما کمک کنید این برنامه ادامه داشته باشه. سالهای سال پیامهای بازرگانیتون رو به این شبکه بدید به نام کوچه خاطره ها. کوچه خاطره ها رو حمایت کنید، چرا که میگم هنرمندان نیازی به ما ندارن. من دوست دارم خونه هر هنرمندی که میرم حداقل 10 تا سکه پهلوی یا 10 تا سکه بهار آزادی، هر چی که شما دوستان اسمشو میگید رو هدیه کنم. بزرگترین هدیه ها رو ببرم برای هنرمندا که میگم نیازی به ما ندارن، ولی ما شرمنده هستیم، چون واقعا این کوچه خاطره ها با جیب خالی داره این برنامه رو داره تهیه میکنه. خانم اربابی یک دیوان حافظ از طرف گروه کوچه خاطره ها به شما هدیه میشه به عنوان یادگاری توی کتابخونه‌تون بذارین. محبت کردید، شما خیلی محبت داشتید که امروز نشستید جلوی من. خواهش میکنم، نظر لطفتونه. من از شما تقاضا دارم، همینطور محبت کردید امروز اومدید و جلوی دوربین نشستید، واقعا یک دلگرمی بر بچه های گروه کوچه خاطره ها. این گروه کوچه خاطره ها صمیمانه شما رو دوست دارن و دوست خواهند داشت. لطف داره. بله نگاه های همینطوری که با شعر شروع کردیم، ازتون تقاضا داریم یک شعر برای این بچه ها رو مهمان کنید، با شعر هم تموم کنیم تا شعری که الان براتون چه شد که رفتی و با رفتنت توانم رفت؟ چه شد که رفتی و با رفتنت توانم رفت؟ تو گویی از تن رنجور من روانم رفت. ز بعد رفتنت آن مرغک پریشانم که از
حوادث دوران هماشیانم رفت. ز دوری تو امیدم بریده شد از بر، بر آسمان همه شب ناله و فغانم رفت. نه از عداوت گلچین فسرده حالم و بس، چه شکوه ها به لب از جور بابانم رفت. به محفلی که تو بودی و باده بود و رقیب، ندانم از سر مستی چه بر زبانم رفت. چو شعله های فروزنده خموشیام یافت سرشک درد اسیران ز دیدگان. لذت بردیم، واقعا لذت بردیم. امیدواریم بینندگان عزیز کوچه خاطره هم لذت برده باشن. خیلی زیبا، خیلی این یک کلمه فروزنده که اسم برین، بله تخلص خودت خودتونه دیگه. بله خیلی زیبا، خیلی زیبا گفتین واقعا. بله که ما که لذت بردیم، لطف داشتید. من دلم نمیاد ازتون خداحافظی کنم. بله تشریف داشتید، خیلی خدمت خوشحال هستم که بله بزرگی کردید، تشریف آوردید. زنده این زمانی هم که بنده در خدمت مردم عزیزم زنده باشید. من تشکر میکنم عزیز. بله من رو هم برد به گذشته های دور و هنوز هم البته از محبت مردم من برخوردارم، هنوز نامه می نویسن و عجیب کسانی که روزانه برای من 20 سال 30 سال در اون زمان نامه می نوشتن، همه اینا با من ارتباط دارن میارن. بله به هر صورت این شانس رو خداوند بزرگ به من داده که همیشه از محبت عزیزان برخوردار بودم و خودم یک آدم خوششانسی میدونم. خب این حقیقتیست به عنوان حق شناسی اینقدر تکرار میکنم از خداوند بزرگ و از مردم خوبمون و از شما عزیزانی که زمانتون گذاشتید و محبت کردید و این ارتباط رو برقرار کردید. میدونم این زحمات شما کم نیست آقایون فنی و جنوبالی. بله خواهش میکنم. بله من آقایون معرفی بفرمایم میگم اصلا دلم نمیخواد از شما خداحافظی کنم. من اینجا از یه چند نفری رو تشکر کنم. اول تشکر کنم از شبکه جهانی پی دی اف، این وقت طلایی رو به من داد که در خدمت شما بزرگواران باشم، همینطور شما بزرگوار عزیز. تشکر کنم از سایت قدیمی ها، از جناب آقای مجتبی نظری که خیلی برای قدیمی ها زحمت میکشه. در این سایت مهدی خسروشیری که واقعا زحمت میکشه، هر اتفاقی که تو ایران میفته انشالله که اتفاق همیشه خیر باشه تو این سایت ثبت میشه، استادمون آقای مهدی خسروشیری ثبت میکنه. از طرف من هم بل. از این عزیزان که زمانشون رو برای مردم گذاشتن بل. زنده باشین. این قدم های بزرگ دارن. بله کارگردان خوب این برنامه خانم اربابی، آقای محمد صالحی که پشت دوربین قرار گرفته. بله خیلی خوشبخته. سرپرستی این گروه رو داره. من ازش اینجا تشکر و قدردانی میکنم. خیلی دقت میکنه، خیلی زحمت میکشه، خیلی شبانه روز. من الان نیم ساعت جلوی دوربینش. بله صبر هنری هم داره. بله من الان جلوی دوربین میشینم نیم ساعت یک ساعت صحبت میکنم، از همینجا خداحافظی میکنم میرم خونه، ولی ایشون میشینه پای تدوین، پای صداگذاری، موزیک بذاره، کارها رو ردیف کنه تا به پخش برسونه، خیلی زمان میبره. من جا داره که اینجا ازش تشکر کنم. آقای محمد صالحی عزیز من واقعا ازت تشکر میکنم. من چرا هم زمین تشکر سلامت دونو میخوام، آرزوی توفیقتونو دارم. بله از خانم رابعه نزار که همیشه زحمت ما رو میکشن، چه خانم باشه، تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده دارن، همه جا ما رو ساپورت میکنن، این ور اون ور میبرن و تشکر و قدردانی میکنم از همه اون کسانی که
برای کوچه خاطره ها، برای این برنامه زحمت میکشن تا یه تصویر خوب من منزل شما بیارن. تشکر و قدردانی میکنم من از شما. تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. شما ایرانی های عزیز که هر جا زندگی میکنین رو به خدای بزرگ میسپارم. شما بزرگوار که به من افتخار دادید امروز در کنار شما بشینم. امروزم یک تجربه کنم از کارهای شما رو. امیدوارم کرده باشم، امیدوارم این تجربه رو کسب کرده باشم. از شما بزرگوار خداحافظی میکنم. اگر شما خداحافظی کنید با مردم عزیز و مردم رو به خدای بزرگ بسپارید. بله، از شما عزیزان که لطف کردید، وقتی گذاشتید، وقت عزیزتون رو، و من خیلی باید از شما سپاسگزار باشم که این ارتباط رو برقرار کردید که حضور مردم عزیز و بزرگوارمون عرض ادب بکنم، سلام عرض کنم و آرزوی توفیق و سلامت برای یکایک هموطنان عزیزم داشته باشم و سربلندی ایران. زنده باشین، درود بر شما. متشکرم. مرسی.